به تعویق افتادن امضای فرمان مهاجرتی جدید پرزیدنت ترامپ بازی امنیتی سپاه پاسداران با اتباع کشورهای غربی در ایران و رایزنی همسایگان جنوبی ایران برای بهبود روابط ریاض و تهران موضوع سه مقاله در واشنگتن پست، استراتفور و هارتس است. مت زاپوتوسکی در یادداشتی در واشنگتن پست با عنوان ترامپ پس از گفتن اینکه احتمالا افراد خطرناک به داخل کشور سر و زیر میشوند به دفعات امضای ممنوعیت مسافرتی جدید را به تعویق انداخته است می نویسد کاخ سفید اواخر سهشنبه برنامه امضای طرح جدید مهاجرتی رئیس جمهور را که قرار بود چهارشنبه عصر انجام شود لغو کرد این سومین بار است که امضای فرمان اجرایی بازبینی شده به تعویق میافتد این تصمیم در حالی گرفته شد که نظرسنجی CNN نشان میدهد در میان بینندگان سخنرانی رئیس جمهور در برابر نشست مشترک کنگره از هر ده نفر هفت نفر گفتند نسبت به مسیری که کشور طی میکند امیدوارتر شدهاند پرزیدنت ترامپ پس از تعلیق اجرای فرمان مهاجرتیاش در دادگاه دو بار در 16 فوریه و 22 فوریه ارائه یک فرمان اجرایی جدید را به تعویق انداخته بود وبسایت تحلیلی استراتفور در مقاله به عنوان مهرای شطرنج دستگاه امنیتی ایران می ایران طی سال گذشته به بازاش شهروندان یا ساکنان کشورهای غربی ادامه داده است. ایران افراد دو تابعیتی را به رسمیت نمی و معمولا به اطباع ایرانی تبار کشورهای غربی اجازه دسترسی کنسولی نمی دهد. این نقض کنوانسیون ژنو محسوب می شود. آمار بازاش ها در حال رشد است. در سال 2016، 11 مورد ثبت شده است. جمهوری اسلامی پیش بینی کرده بود پس از لغو تحریم ها شمار گردشگران خارجی از 5 میلیون در سال 2015 به 25 میلیون در سال 2025 برسد تا زمانی که سپاه پاسداران بازارها را در جهت تامین منافع و تقویت مشروعیتش میبیند نباید انتظار داشته باشیم که این روند در سال جاری متوقف شود زوی بارل در تحلیلی در هارتس با عنوان کشورهای منطقه خلیج فارس سردرگم از رویکرد ترامپ برای بهبود روابط ایران و سعودی تلاش می کنند می نویسد رسانه های سعودی نفوذ سینمای ایران در جهان با فیلم های از فرهادی را از مداخلات سپاه پاسداران خطرناکتر تر می بینند سعودی ها هم برای تاکید بر اینکه ایران حامی اصلی تروریسم است مستندی تهیه کردند که در آن طیفی از شخصیت های سیاسی آمریکایی حرف میزند در این حال در هفته های اخیر نشانه از زمین سازی برای بهبود روابط میان ایران و عربستان دیده می شود. ریاض و تهران برای اثرگیری حضور ایرانیان در مراسم حج گفتگوهایی داشتند و ملک سلمان پادشاه عربستان به مناسبت درگذشت اکبر حاشمی رفسنجانی پیام تسلیت خصوصی برای خانواده هاشمی فرستاد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دریافته است که دستکم کم ده کشور از جمله کویت و عمان خواهان میانجیگری میان ایران و عربستان شدند. دلیل این امر اپام در سیاست دولت ترامپ در برابر ایران است پرزیدنت ترامپ با توجه به تاکید آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر پایبندی تهران به توافق هسته نسبت به وضع تحریمهای بیشتر علیه ایران تردید نشان میدهد